اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سوره نوح. ما نوح را به سوی قومش به رسالت فرستادیم و امر کردیم که قومت را با پند و اندرز آگاه کن و آنها را بترسان پیش از آن که عذاب دردناک آنان را فرا گیرد. نوح گفت ای جماعت، من برای شما پیام آور و اخطار کننده آشکارم که خدا را پرستش کنید و از او بترسید و مرا پیروی کنید تا خدا از گناهان شما درگذرد و اجلتان را تا وقت معینه به تأخیر اندازد. وقتی اجل خدایی فرا رسد هرگز تأخیری در آن رخ نمی دهد، اگر شما بدانید. نوح گفت پروردگارا، من شب و روز قوم خود را به توحید دعوت کردم ولی دعوت من هیچ گونه تأثیری در آنها نکرد جز این که از حق و حقیقت فرار کردن. هرچه آنها را به توبه و انابه دعوت کردم تا گناهان آنها را ببخشی، انگشت بر گوش نهاده و جامه بر سر کشیدند و در کفر و عصیان خود اصرار ورزیدند و مستکبر و مستکبرتر شدند. باز هم آنها را با صدای بلند و آشکار به توحید دعوت کردم. بارها آنها را به طور آشکار خواندم و نیز در نهان آنها را به ایمان دعوت کردم و به آنها گفتم ای مردم، از پروردگارتان طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است. خدا از آسمان برای شما آب باران نازل می کند و شما را با مال و ثروت و فرزندان یاری می دهد و برای شما باغات سبز و خرم و رودخانه های وسیع پدید می آورد. چرا شما خدا را به عظمت و وقار یاد نمی کنید و حال آنکه او شما را متفاوت و متمایز از هم خلق کرده است، آیا توجه نمی کنید که خدا چگونه هفت آسمان را به طبقاتی منظم خلق کرد و در آن آسمان ها ماه را فروغی تابان و خورشید را چراغی فروزان قرار داد؟ خدا شما را همانند نباتات از خاک آفرید. آنگاه بار دیگر شما را به خاک برمی گرداند. سپس همه شما را از زمین خارج می سازد. خدا زمین را برای شما بساط زندگی قرار داد تا روی آن در راه‌های مختلف برای تحصیل معاش تلاش کنید. نوح گفت پروردگارا، این قوم از من اطاعت نکردند و پیرو کسی شدند که مال و ثروت بسیار دارد و حال آنکه مال و ثروت و فرزند و فرزند او چیزی جز ضرر و زیان نخواهد افزود و در این راه بزرگترین مکر و حیله ها به کار بردند و قوم نوح گفتند ای مردم، هرگز معبودان خود را رها نکنید، به خصوص دست از پرستش پنج بت، نمیدونم حالا اسمش چی بوده، ود و یغوث و یعوق و نصر، بر ندارید. اسم این بت ها بودند.
و آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند. خدایا ظالمان را جز گمراهی و زلالت میفزای. قوم نوح به کیفر کفر و گناهانشان به دریا غرق شدند و به آتش دوزخ در افتادند و جز خدا هیچ یار و مددکاری برای خود نیافتند. نوح گفت پروردگارا این قوم کافر را محو و نابود کن و هیچ یک از آنها را در روی زمین باقی مگذار. اگر آنها زنده بمانند به بندگان شما را گمراه می کنند و غیر از فرزندانی خطاکار و کافر از آنان به ظهور نخواهد رسید. آنگاه به درگاه خدا دعا کرد و گفت پروردگارا مرا و پدر مادر مرا و هر شخص با ایمانی که به خانه من داخل شود و همه مردان و زنان با ایمان را ببخشای و ستمکاران را جز بر عذابشان میفزای. سوره جن. به نام خدای بخشنده مهربان. یا پیامبر بگو مرا وحی رسید که گروهی از جنیان آیات قرآن را هنگام تلاوت من شنیدند، آنگاه رفته و به قوم خود گفتند ما از قرآن آیاتی بس عجیب شنیدیم، این قرآن مردم را به رشد و کمال هدایت می کرد، ما به آنان ایمان آوردیم و دیگر بر پروردگار خود احدی را شریک قرار نخواهیم داد. پروردگار ما به حقیقت برتر و والاست، نه همسری گرفته و نه فرزندی دارد. البته نابخردان قوم ما در باره خدا سخنان ناروایی می گفتند. ما چنین می پنداشتیم که انسان و جن هرگز به خدای خود دروغ و افترا نمی گویند. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می برند و بر سرکشی و جهالتشان می افزایند. می افزودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای استراق سمع در پایگاه های فضایی می نشستیم، لیکن امروز هر که بخواهد استراق سمع نماید تیر شهاب آتشین در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین شر و فساد برای خود خواستند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. البته بعضی از ما جنیان صالح و نیکوکار و برخی برخلاف آن هستند و ما دارای ادیان مختلفی هستیم و ما چنین فهمیدیم که هرگز بر قدرت خدا غلبه و از حیطه اقتدارش فرار نتوانیم کرد و چون آیات قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم. هر کس به پروردگارش حقیقتاً ایمان آورد از کم و کاست مال دنیا حراسی نخواهد داشت.
و اما و از ما جنیان بعضی مسلمان و بعضی کافرند. هر کس اسلام بیاورد راه رشد و کمال پیموده است، و اما ستمکاران هیزم دوزخ خواهند بود، و اگر بر طریق و آیین اسلام پایدار باشند ما هم برای آنان آب فراوان و نعمت بسیار نصیب می کنیم تا با آن نعمت ها آنها را مورد آزمایش قرار دهیم، و هر کس از ذکر پروردگارش خودداری کند به عذابی سخت گرفتار خواهد شد. و این که این جالبه، این آیه سوره جن خیلی جالبه، و این که مساجد مخصوص عبادت خداست، پس هرگز با خدا کسی را به دعا نخوانید. این دقیقاً آیه است که شما تو هر کدوم از مسجدهای ایران بری میبینه اوه 124,000 پیامبرم نوشتن رو دیواراش، چه برسه به دیگه، به امام و امامزاده. میفرمون که و چون بنده خاص خدا به امر رسالت قیام کرد و خدای یگانه را خواند و مردم را به توحید دعوت کرد، مردم بر او شوریدند. بگو من تنها پروردگارم را به یگانگی میپرستم و هرگز کسی را بر او شریک قرار نمیدهم. بگو من مالک ضرر و یا نفع شما نیستم. بگو هیچ کس نمیتواند مرا از قهر و غضب خدا پناه دهد و جز او پناهی ندارم. من فقط احکام و اوامر خدا را برای شما ابلاغ می کنم و هر کس خدا و فرستاده او را نافرمانی کند کیفر او آتش دوزخ است و برای ابد در آن خواهد ماند. کافران وقتی که عذاب موعود را به چشم ببینند آنگاه خواهند فهمید که از نظر کمک ضعیف‌تر و از نظر تعداد کمتر کیست. بگو وقوع عذاب حتمی است، ولی من آگاه نیستم و نمی‌دانم که عذاب موعود نزدیک است یا اینکه پروردگار من برای آن مدت تعیین کرده است. عالم بر غیب تنها اوست و هیچ دانایی بر غیب او آگاه نیست مگر آن کس که از پیامبران خود انتخاب کرده است و برای حفاظت وی فرشتگان را از پیش رو و پشت سر می فرستد تا بداند که تا بدانند که پیامبران آیات و احکام پروردگارشان را کاملا به مردم رسانیدند و خدا به آنچه نزد پیامبران است احاطه کامل دارد و به تعداد و شمارش هر چیزی در سر تا سر جهان به خوبی آگاه است. ابتدای سوره مزمل. به نام خدای بخشنده مهربان، ای کسی که با جامه خوابیده ای، بر پا خیز، شبها نیز به خواب کمتری اکتفا کن تا نیمه شب یا اندکی کمتر یا بیشتر از نیمه شب به تلاوت آیات قرآن با ترتیل و تأنی و توجه کامل مشغول باش. ما آیات بسیار سنگینی برای تو خواهیم فرستاد. البته اوقات شب تبلیغ رسالت قدری مشکل است.